چقدر شد این اونو به چقدر شد؟ تو چی کار به چندش داری؟ وام تحکیشی دست خرچون بقیهش مثلا وقتی جواب مرد از نولکینا فاسو برگشت. از کجا؟ سولکینا فاسو. سورکینا چیه بابا؟ جور کینا فاسو. همین دیگه، وقتی برگشت آخه رفته اونجا چرگدن. حالت امسایه چطوره؟ بهتر شو؟ نه بابا، داره خطرش ناک میشه، عطسه میکنه هنوز. نه اینکه کپسولاشو سر ساعت نمیخوره، 8 ساعت نمیخوره؟ ببین از من میشنفی ها، زاغشو بزن بعد از اون موقعی که دندره میکنه یه مش کپسول همجور یه جا فروکان تو حلقش، جواب میده باور کن. چی دیگه، همینمون مونده دستمونو تا اینجا بکنیم تو حلقه تمساه. تمساه چقدر شده از خرجون؟ قربونت برم، تو چی کار به این کارا داری؟ ولش کن، که از تو پول خواست. باشه، شب عیدی لازمت میشه. قربون خالت از خرجون، من نمیخوام بدهکار کسی باشه. بدهکار؟ تو بدهکاری؟ نوکرتم، تو خودت سردسته همه طلبکارایی. عاشق سینه چاکتم طلبکار، نوکر خانه زادتم طلبکار. گاه کش به من نکن میترسم، بده یا مزود میدم طلبکار. خانم نگران نباشین، خانم این هنوز جوجه. همچی یه جوجه انگار مرغابیه، ماره ها. نگران نباشین خانم، نگران نباشین. آقا مراد ما این کار از تو باغ وحش کار میکنه، اگه خطرناک بود که تو جیبش نمیذاش با خودش راه ببره که. وای طلبکار، نگران نباشین. وای طلبکار، افسر بعد الان جوجه متامونه. آخ ماشینم رو بعد جایی پارک کردم، اینو داشته باش از خرجمون برمیگردم. خانم ببخشید، فقط پاتون نخوره به اون کیسه، اونا خطرناکه. چی هم مگه؟ چیزی نیست، چند تا افیه. ببخشید. این رفیقه تا دیگه خدا، هم کاراش عجیب غریبه، هم فامیلش. طلبکارم شد اسم. من اسم و فامیلم رو عوض نمی کنم، صد بار گفتم، حالا هم میگم. طلایی بگو. بابا مسلمون، من نمیگم، همه دارم میگن. سر این فامیل مسخره هر روز جنگ اعصاب و دعوایی داری. دست فرد داره دیگه. نام و نام خانوادگی آدم، هویت آدم، شخصیت آدمه، میراث خانوادگی آدمه. همونجوری مفتی نیومده که بخواد مفتی هم بره. تن اجدادم میخوای تو گور بلرزه بزنسه. چی میگی تو هم؟ این میلرزه میلرزه، انگار شلی توت فرنگیه. نه خیر، شلی موزه. پدر من حاضر بود جونشو بابت این فامیلی بده، اون وقت تو میگی عوضش کنم، بعد اجدادم چی میگن؟ تمام فک و فامیلم حیثیتون دارن، لعن و نفرین میکنن، یه عمر منو با این اسم برن صدا میکنن. ساکت شد تو هم دیگه. وا دست درد نکنه، دست درد نکنه مراد، این بود دست موزم بعد از 26 سال زندگی با صداقت. ببین بعد از این همه خونه دل خورد، من درم ببندم، من ساکت شم، دست درد نکنه. من بابا با تو نبودم، با این ساسانم، اسم موز شنیده هوایی شده زده به سرش. ای باته، ببین مراد یه ذره نصیحتش کن، مادرش جون به سر کرده بنده خدا رو. اسکیزوئه دیگه رو، هر روز یه علم چنگه ای را میدازه تو خونه دیگه. ایوا هر روزم یه جک و جونور داره ور میداره میبره خونه، خونهشون شده خونه ما رو اقرب. خب بیچاره میدنستم دیگه. اونجا چه خبره؟ پسر زده شیشه خونه همسایه رو شکسته، طلبکارم هست. اونجا قرار نیست که توضیح بدیم. مریم خانجون قربونتون برم، الان میام خدمتون. نکش به سر باشو. زنده ها اومد بسونه جان، سود باش مادر، هم دار رسیده. سلام سارا جون، بفرمایین بالا. خیلی ممنون، همینجا خوبه. من این خانوم به معصومه جون بگین عجله کنه. چشم، الان معصومه جون، مادر زود باش، حمید آقا رسیده ها. ولشو کن حمید آقا، بیا این بالا. همینجا خوبه مامان، ممنون. عروس خانم افتخار نمیدن؟ داره میاد. ای بشی بچه، بیرون خیلی وقت رفته ای تو. معصومه، معصومه مامان، همه در منتظر هست. زشته بابا آبرومون رفت. معصومه خدا مریم، معصومه مامان، مامان چه خاکی تو سرم بزن. معصومه جون، معصومه مامان چرا اینجوری میکنی؟ تو چرا همچین میکنی؟ کی اومدی بیرون از اینجا؟ من اصلا اون تو نبودم که بخوام بیام بیرون. وا، با کجا بودی؟ داشتم نماز میخوندم، نماز اول وقت یه حال دیگه ای داره. قربونت برم، من که مردم مادر. قبول باشه. خب حالا یه دستی هم به سر روت میکشه. اولا که ما مقیر از حمید آقا مرده دیگه هم هستن. دوما ما که هنوز با هم زن و شوهر نیستیم. وا
پس اون عقدی که توی حرم امام رضا بالا سر حضرت خوندیم چی بود؟ شما زن و شوهر شرعی هستین، محضری نشدید که شب عید انشالله. سود باش حمید آقا دمی در منتظره. میرین از باشگاه؟ آره دیگه ماما، چند روز دیگه هم باید بریم برای سفارش کارت های عروسی ها. حاج صادق هم گفته که همکاراشو دعوت نمیکنه. موضوع داره جدی میشه ها. چیکار کنم مادر قربونت برم؟ بابات راضی نمیشه. خب میگه نام و نام و خانوادگی هویت آدمو نمیدونم از اینجور حرفا. حاج صادق هم میگه من آبرو میره تو بازار. به هم میخندن اگه فامیل عروسم طلبکار باشه. هر چی تو مدرسه و دانشگاه بهم خندیدن، هر چی هم حالا. خداحافظ مادر. خداحافظ. مراد هنوز پای تلفنی؟ شنیدی معصومه چی گفت؟ بله شنیدم. این حاج صادق هم دیگه شورشو در آورده. همین امروز تکلیفمو باش مشخص میکنم. اگه ما رو بخواد فامیلمون هم باید بخواد. ما طلبکاریم، طلبکارم میمونیم. بزن هوایی. فوت. الله دورت بگردم معصومه جین، داری میری پایین؟ سلام گل باشی. وای تو رو خدا، امروز دیگه نه، کسی روز روشن آشغال نمیبره بیرون. آشغالا رو باید ساعت 9 شب بذارین دم در. اینقدر نگران محیط زیست نباش خانم دکتر، امشب کل مهمان داره. بوی ماه خونه رو برمیداره. الله دورت بگردم معصومه جین. اینم بده به حمید آقا، تخم آفتاب گردونه دوست داره تو را بجبه. اینم لیست میوه است، بده حمید برام بخره بیاره. چهار پوسم چلو کباب سلطانه از باباش بخره بیاره. پیف پیف چی اتگلو رو بدبوی زدی؟ اینا سلامت تو عروس یا؟ خیلی بدجنسی گل. آره. این بوی ماهیه شماست. ماشالله ماشالله، یعنی چه قربان بگدم چه خوش بو. چه؟ تو برای چی اومدی؟ برو حواست به ماشین باشه، الان جریمه‌مون میکنم. جریمه‌مو که در شما با تلفن عروس خودمون کربن داشتم، خودتون کربن داشتیم. برو بینیم. آقای جون سلام. سلام مورم. آقای صادق کجا هست؟ صادق آشپزخونه. اه؟ سلام آقا مراد، خوش اومدی. خسته نباشی. زنده باشی. میبینم خودت داری سیخ میگیری. مشفر کجاست؟ نه وش داره دنیا میاد. صبح تا حالا رفته بیمارستان، دست ما رو گذاشته تو حنا. معصومه و حمید رفتن آزمایش بدن. چند روز دیگه هم که باید کارتای عروسی رو سفارش بدیم. گویا شما برگشته بود این مهمون. خیلی ممنون، لطف کرد. بیا ان شاء الله قدمش مبارک باشه، صالح باشه، خوش روزی باشه واسه خدا. الهی سایت اثر خانواده‌ات کم نکنه. آی راستی حاج آقا، یه آقا به شما کار داشت، گفتم بیا خدمتتون. خوش اومدی، بفرما. جسارت حاج صدق آقا، منو آقا ابراهیم قصاب فرستادن خدمتتون. بنده گوشبر هستم. بله گوشبری؟ تو روز روشن؟ تو روشن رو؟ بله قربان، بنده تو شب تاریک هم گوشبرم. جان من چه وقیر، چه کسی افتخارم میکنه گوش بره. روز و شبم نداره، چشمم روشن که گوش بری. ها میبینیم اش جفر بعد 30 سال یه دو روز چک این ابراهیم بیمعرفت عقب افتاده برام گوش بر فرستاده. توضیح میدم خدمتون. ناصر جان روستا بسم گوش بر فرستاده. Ha 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 ha
تو رو خدا منو ببخش. ببینم راستی راستی فامیل تو گوشبره؟ آره به حضرت عباس، این فامیل هم غلط اندازه. اصلا میخواین کارت ملیمو تقدیمتون کنم؟ نه بابا جون، نه لازم نیست، سور تفاوت شده. بچه به بچه هم تو چایی بیار ببینم. مرد حسابی، اینم اسم رو خودت گذاشتی. ببینیم بالا ما هم چایی بخوریم. ببینم حالا با من چی کار داشتی؟ والا میخواستم یه آشپزخونه کوچیک بزنم. ابراهیم آقا منو فرستاد و گفت اگه یه مرد تو راسته بازار باشه هاش صادقه. منم اومدم که دستمو بگیرین تا منم راه بیفتم دیگه انشالله. باشه باشه، نوکرت هستم، کمکت میکنم. قربون شما. ولی باید اسم فامیلتو عوض کنی. چشم. این اسم فامیل همه مشتریاتو میپرونه. آخه نمیدونی چه بلاهایی که سر من نیاورده این فامیله. نه درست میشه، کمکت میکنم. دستتون درد نکنه. مراد چیزی میخواستی به من بگی؟ نه من چیزی بریم چند تا چایی با هم بخورم. گرد گوشبو طلبکار بفرما اینا نهار شیر بره. بیا شیر بره. بیا بابا آقا شیره داره چلو کباب میخوره. آقا جریان چیه؟ شیره چلو کباب بخوره؟ آخش بله اشتهاش صافه دیگه، حالش بد نشه. چی باید غذا خام بخوره؟ نه بابا من یه روز داشتم یه پرس چلو کباب میخوردم، تو رومو برگردونم دیدم دوتا کباب رومو برداشتم. از اون به بعد تو شیشم پرس به چلو کباب ندیم اصلا ما رو آدم حساب نمی کنه، غذای اصلیشو نمی خوره. اسم شیره جه؟ آره وقتی به دنیا اومد یه ذره بیحال و کمرنگ از منم بگیرم. بیحال بود. بعدش خب دیگه بچه ها بهش گفتن شبیه شیر برنج وارفته است. از اون موقع که برنج هم خورد دیگه رسمن گذاشتن اسمشو شیر برنج. شما هم باید اسکوزاری تو رو آبرو حیثیت درچی شیر بردی. اینم اسم تو رو خدا، اسم شیر باید ترساک باشه. بابا اینو ببین اسم او ملوس. دیشب خواب دیدم منو خوردش استخونام و دستم و یه دفعه خواب برش. خوب اسمش ملوس اگه چیز دیگه بکنم الان دوچار بحران هویت شده حیوانکی، نمیدونه شیره یا ملوس. واسه همینه که بهتون حمله کرده. اینو میگن اعتراض مدنی. جون مادرت کار نکن، این از سیاست چیز سر در نمیاره. آقا مراد طلبکار چیه؟ بره تو سی زمین آقا ریس کار تو دارم. ریس؟ ریس مگه برگرده؟ بره چیز کن مواظب اینا با شیر برنجو نخورم. برو بینم بره کنار بره کنار از اون خواهد خواهد بگید بره کنار. جا بودی؟ چه اومدی؟ دیشب، نصف شب، هوا تاریک، هوا ما نشست رو زمین. کجا خوابی؟ تخ خوابیدم دیگه. کجا خوابیدم دیگه؟ تخ خوابیدم. حالا خوبه؟ بلکنم از دل خورم من. چرا؟ همه اینجا رو با هم ریختی. گو آقا یعنی چی؟ اگه این حیوان ها زنده بودن عمرن کسی جرات میکرد با این اینجور رفتار کنه؟ چقدر قور میزنی؟ خب بابا اگه قور نزنم چی کار کنم؟ ناسلامتی تو مدیر داخلی واقع باشی، تو شریک منی، تو رفیق منی. بگاه کن رفتن سیگار خاموش کردن تو سوراخ دماغ شیره، ناخونه خسر گرفتن لاک زدن، تو چشم پلنگه لنز رنگی گذاشتن، رو شاخ گوزه نوشتن رفیق بی کلک مادر. سلطان اگم مادر. حالا هرچی. حالا هرچی. من حتما باید به سر همه تو جرق بزنم. کرگدن چی شد؟ چی؟ بابا کرگدن دیگه. چی گدن؟ کرگدن کرگدن. کرگدن چی؟ آه کرگدن بابا. نمیدن آقا. میگن شما تو تحریم جهانی از زید نمیدیم کرگدن. نمیدن.
یعنی چی تحریما رو که دارن برمی‌دارن؟ آره بابا دم اومدنی خبرش رسید. خب. البته میگن کرگدن میدیم ولی شاخشو نمیدیم. کرگدن بی شاخ چه دردی میخوره؟ حالا چرا به شاخش گیر دادن؟ چه میدونم میگن امکان داره توش اورانیوم داشته باشه وقت باش بمب بسازه. چی میگی بابا؟ بهانه؟ بهانه؟ عجب کایتی. بس دست خالی اومده دیگه نه؟ نه همچین دست خالی هم نیومده. یه چند تا چکوچولو بر خریدم فردا پس فردا با کشتی میرسن. چونو من؟ چند تا تخم کروکودیل خریدم. چونو؟ بله. قربان. خب نگاه کن این تمساح که هنوز آب دماغش آویزونه که. خب من یه چیکار کنم که کلنکس بگیرم بگم فین کنه؟ تمساح ها. ها. خدا تو من پول اینا رو دادم. باید تمام تخم سرباز کنم. میخوام صادرات کروکودیل رو بدم. درسته به من ربطی نداره این مخوره شا خنگاه این مخوره شا اگه نخور این ماره این رو مخوره این بیاره بیرون ولی تا اونجایی که من شنیدم تخم کروکودیل و تمسا زیر خاک به عمل میاد. مگه هندوانه است که زیر خاک به عمل بیاد؟ ببین اصلا کار دامپزشکی داره. وای میسین معصومه بیاد. بدن که درگیر بساط عروسیش. ای مبارک باشه. راستی ببینم جازشو خریدی یا نه؟ من منتظر بودم تو بیای بهت بگم. نمیخواد بگی آقا نمیخواد بگی من خودم همه چیزو فهمیدم. میری پیش از خلق قاسم سار هر چی دلت خواست برمی‌داری. اینجا خصیص بازی در نمیری یا هر چی دلت خواست. گردنم کندی واسه همینه که بهت میگن جوان مرد دیگه جوان مرد گردنم جوان مرد آرسی من میرم گمرک یه خود خرت و پرت خریدم اینا برم ترخیص پس من میرم ایوونا رو ترخیص کنم نمیخواد تو بری ترخیص کنی باز اسم تو بزنی تو برنامه اون بر دنیا بورکینا فاسو یا فهمیدن فامیل تو چیه هر هر با من خندیدن آدرس فامیل تو اون بر دنیا ما باید بکنی آی راستی یه وقت این تخمای کروکودیل رو رفتم گذاشتم که یخچال نیمرو نکنم بخورن ها بله ببخشید خانم میخواستم بگم که نفر بعدی نوبت ماه باشه عزیزم چقدر خولی پر بشه خبرت میکنم نه حقیقتش اینه که میخوام بگم اگه نوبت ما شد توی بلنگو ما رو صدا نکنی علامت بدی علامت بده؟ این چی؟ یه همچه کنی فهمیدم نمیتونم خب دست تو برام تکون بده خدا غذا ما زهرم کرد باشه برو بشه نه خبر چرا قدر شده دونی نمیفهمم بابا من متعلق به تو هستم نگران چی هستی؟ دست من هرچی مگه در بیارم؟ خوبه خوبه نمیخواد برای خودت نوشابه باز کنی نه فقط الان نمیخواد تو بلنگو صدام کنم ده واسه چی؟ آقای حمید زمانی خانم مرسی طرفا زنم این نمیخواستم صدام کنم خانم مگه چی چی رو علامت میدم؟ تو که اسم ما رو خوندی خب یه کار سخت ازت نخواستی ما طلبکار تویی؟ اسمش بیا من نکن خیلی خنده داره خلاص با اگر زمانی و طلب بعدی رو بفرست بیاد دیدین بابا چی کار کردیم؟ شدیم تابلو اعلان ها نه که تو رو تابلو نکردم عزیزم فامیلی تو رو تابلو کرده خانوم من که به شما گفتم از چی شدیم طلب کار هست یا نیست؟ خیلی خوب خانوم یه بریم دیگه چرا نمیریم تو؟ مگه غیر از طلب کار دیگه یه هست؟ سارا آقا مردم رو وطن نکنید اگه طلب کار نیست یه بده کار رو بفرستید والا مثل من تو تا خرقره تو قرضی نه تو چی گفتی یه دفعه نفهمیده بالاخره تو طلب کاری یا عیالت آقا حمید آقا ولش کن این چه کاریه نفذ بزنه لهش کنه یعنی چی مسخره میکنه با چه مسخره ای خب همه خندیدن اونم خندید خندید خاله فامیل خودتون خیلی خوشگله بله که خوشگله فامیل من تهمتن خانم لقب رستمه آره خیلی هم بهت میام معتاد نباشی اسمم عوض میکنم شیطون رو لعنت کنی بابا اول زندگی در واقع خوب نیست بس دیگه شما خیلی کار بدی میکنی پسر جون به جون خودم شوخی کردم چه تمسخر چه شوخی آدم باید مراقب حرف زدنش باشه خدا رو خوش نمیاد دل همدیگه رو نباس بشونی زمانی و تلفک طرفه پس تو کجایی؟ خیلی خوب خانم یه دفعه گفتی فهمیدیم دیگه آقا من دیگه شما با همه دعوا داری مگه طرف کنی؟ ای بابا بیا دیگه بابا بفرمایی تو سه اولشه معصومه چه دلخور شد؟ حالا چرس کنم معصومه پس چی شد این زمانی و طرف کار؟ ساکه خاطر ساکه خجالتم نمی کشم آقا جون خانم معلمتون نمیتونه بیاد
میفهمین؟ دست خودشون که نیست، منتقل شدن، مامورن و معذور. ما هم یه خانم معلم دیگه واسه تون آوردیم به همون خوبی و مهربونی. تو اینجاست کام کنی؟ مگم اینا که آمدن تشریف شدنم همراهشون آوردن، بگم بیان تو. سلام. بفرمین، خوش اومدیم. برپا در بردن. بچه ها ایشون خانم معلم جدید دیدن هستن، خانم گلگلی. ببینین ایشون خانم معلم بسیار خوب و مهربون و با تجربه هستن. امیدوارم به حرفاشون گوش کنین و قدرشون رو بدونین. شیرفهم؟ خب خانم، امنی نیست؟ ممنون بچه. بچه ها در اختیار شما. بفرمایید، خسته نباشید. خواهش میکنم. بفرمایید، خسته نباشید. خب بچه ها جون، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه آره اجازه، چه اسم بانمکی دارین؟ ممنونم عزیزم. خب اسم شماها چیه؟ از همین جلوی کلاس شروع میکنیم. نام و نام خانوادگی. خانم اجازه اکبری. نام؟ مرتضی. شما؟ عرفان دهنشی. محمد یوسفی. سید امیرضا میری. محمد رضا سلطانی. مازیار شیرازی خانم. ای چه جالب، همسر منم شیرازیه. شما شیرازی هستی؟ نه خانم، اهوازی هستیم، یعنی بابامون اهوازیه، مامانمون بچه ترده. شما؟ خانم اجازه، کوچیک شما طلبکار هستم. از کی طلبکار هستی؟ محسن طلبکار هستم. محسن کیه؟ خودم هم خانم. یعنی چی؟ از خود طلبکاری؟ نه خانم، دوتا پاکانه به ما بدهکاره. نه خانم، نام و نام خانوادگیمون طلبکاره، محسن طلبکار. چه فامیل مسخره یه. نه خانم. آروم باشید، آروم، خنده نباشه. اگه تا حالا نمیدونستین بدونید خدا بچه‌هایی که بقیه رو مسخره میکنن رو دوست نداره. همیشه باید با هم بخندید، نه به هم. نفر بعد. امین رحیم‌پور هستم. حامد شما محمدی هستم. چون نجات دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی یک بحثم جلو میگیرم. مرگ خودم دست خودم نبود، به خدا نمیخواستم با اون اونجوری حرف بزنم. خوبه دیگه، حالا روی خوشت رو دیده بودم، حالا اون یه سکته. خدا رو داده آینده همون بزنم. بی خود نیست سال رو ازدواج نمی کنم، البته فقط تا یه میلیون سال دیگه. اوه، اینا آدم مهمونی دعوا. خب بزن دیگه زنگو. ای بابا، شما زنا همتون طلبکارینا. مگه نمی‌بینید دستم بنده؟ آقا مهندس، یه کفه کنی لاغر نمی‌شینا. پس اون قرار من چی بکشم؟ حالا ای بگی. ای بگینا. فوتبال ملی ما نشون میده. بفرما. اینو بهش میگن خلاقیت مردونه. سلام. سلام. شادامان، تو چرا مثل دلغه کار شدی؟ من زنگی رنگ زده بودم، زدی با دماغت خرابش کردی. ما دیدیم گل بازی، آقای مهندس نابغه ندیدم. چه خبره؟ عروسیه؟ نه بابا، تیم ملی گل زده، همه خوشحالن دارن میخندن. ایوه بابا، ایوه جشن شادی رو برپا میکنن. بفهمی گل بازی، ببخشی. ها، چرا این همچین کرد؟ چی شده؟ رواتون شده؟ چه میدونم گل بچه؟ از این آقا بپرس. آقا آدم آقه با زن جوانش دوا میکنه، اوقات خودش رو تق میکنه. اینه میگن که به هیچ تاکتیک غلط. اگر به موقع جاگیر نکنیم به تو گفته باشن میفتیم تا آفزاین. آقا مثلا مهندسه، به اندازه یه تیکه تیراهن سیاست نداره. ای بابا، من داشتم ازش دفاع میکردم، تقصیر اون بیتربیت بود که نام خانوادگی مسئله رو مسخره کرد. به خدا من خودم میدونستم که شما سر این اسم خانواده دوتاتونم دعواتون میشه. من یه عمر با مسئله دوستم، از بچگی با هم بزرگ شدیم، تا منو خانواده اینا کنار اومده بودی. من باید از کوره در میرفتیم،
آخه من دفعه اولی بود میدیدم یکی داره اسم فامیل مسمار مسخره میکنه، اونم چلو روی من طاقت نیاوردم. باری کلا به غیرتت. من یاد آقا سید انداختین، شوهر خدا بیامرزم حمید یه جورای راست میگه. خدا وکیله اسم این خانواده خنده داره، اسم آدم باید قشنگ باشه. آخه طلبکارم اسم میشه، ما که والا ماتم به این اسم. آخ کاش بشه عوضش کن. از من بشنوید، این تازه اولشه. اگه برین سر زندگیتون هر روز سر این اسم دعوا دارین. میگین چیکار کنیم؟ باید آقا مراد راست. بله، ولی چه جوری؟ این جوری، این اعصابی که تو داری این 3 سال دیگه ایم تو آفسایدی. اوه، ببین چی کارم کرده؟ حالا زدی یا خوردی؟ زدم، چه جورم زدم؟ اگه تو زدی، پس چرا اینجوری شدی؟ حالا ببین چه بلایی سرمون اومده؟ سر چی دعوتون شد؟ اسمم مسخره کرد، منم زدمش. آفرین بابا، آفرین. هر کی اسم آدمو مسخره کنه با تفچو بزنه مخش. من از بچه تربیت کردمش. والا فامیلی طلبکارو بده کار. این حرفا رو میزنی، این بچه میشه خروسیانی، از همه عالم آدم طلبکاره. بایدم باشه، بایدم باشه، بهش میخندن، اینم حقشون رو میذاره کف دستشون. امروز توی آزمایشگاه منم مسخره کردم، حمیدم مجبور شد باهاشون کتککاری کنه. بچه محسن و من و این دوتا دوقلوی بیچاره که تازه به دنیا اومدن هم مجبورن تا آخر عمرشون دعوا کنن. چیه بابا، بازم سکته کردی؟ همه دیگه من دیگه ندارم. آخرشی تو بیا پایین، این هزار بار من نام خانوادگی معوض نمی کنم. این 100,000 بار مراد نام خانوادگیشو عوض نمی کنه، این 500,000 بار. اوه، چه پیله میکنین شماها. باباتون نمیخواد همکاراشو دعوت کنه، بهتر شما. هرچی مهمونای عروسی کمتر، جمع کردنشون راحتتر. اون از طلبکار بودن خوشش میاد. بابا جون، آخه مگه میشه شما واسه عروسی یه دونه پسر هیچ کدوم از رفقا و همکاراتون دعوت نکنید؟ میگم حتما عروسی خیلی داشته. مگه بیرا میگه؟ خب اگه با این وسط مخالفی بگین آقا جون. من با این وسط مخالفم؟ تو همه عمرت اگه یک کار درست حسابی کرده باشی همین ازدواج با معصومه است. خب بابا جون، نمیخوام تو در همسایه دوست آشنا کسی به خاطر نام فامیلش دستش بندازه مسخرهش کنه. آره به خدا، تو این چند وقت چقدر دختر فامیل دستمون انداختن. اونا از حسودیشونه میخوان عروسی رو به هم بزنن. آقا من لازم باشه به معصومه التماسم بکنم باهاش عروسی میکنم، شده نام خانوادگی خودم رو عوض میکنم میذارم طلبکار. بابا جان لیورسی رو بلش کنین، یکی همین حمید خانم آره بچسبه که نزنه تو دروازه خودمون. مرد حسابی، تو میخوای اسم پر افتخار و پر آوازه زمالی رو عوض کنین بذاری طلبکار؟ بفرما، من فقط حرفش رو زدم، شما اینقدر غیرتی شدین بعد اون وقت انتظار دارین آقا مراد از نام خانوادگی اجدادیش بگذره؟ فهمی راحتی؟ من این وسط من کاری به اجداد گرامی بابا دارم، نه اجداد آقا مراد. من فقط به فکر معصومم. یا بابا الهوایج، میخوای چیکار کنی سارا؟ هر کاری از دستم بر بیاد، هر کاری که این جناب عاشق پیشه جرأت نداره واسه دفاع از عشقش انجام بده. ای پس میگن هیچ کاری از دست من ساخته نیست. باشه باشه، به همه تون ثابت میکنم لازم باشه به خاطر معصومه همه دنیا رو به هم میریزم، ثابت میکنم. ثابت میکنم. معصومه، معصومه خانم دکتر، تو رو خدا اخماتو واکن. به خدا دیشب تا صبح تو خیابونا قدم زدم، با خودم عهد بستم اگه لازم باشه به خاطر تو دنیا رو به هم بریزم. ولی آخه با به هم ریختن دنیا که مشکلی حل نمیشه. پس چه جوری حل میشه؟ فقط با تغییر فامیلی من؟ منی که یوم دونه بابامو خوردم حالا بهش بگم به خاطر ازدواج از اسم چرم من میشه؟ نه خدا وکیل، اینم درست نیست. اما مسعود تو هم قبول کن، اگه بابام همکاراشو دعوت نکنه تو عروسی، صورت خوشی تو بازار نداره ها. نگران نباش، خودم مشکل رو حل میکنم. نخه، مشکل اینجوری حل نمیشه. اگه قراره تو رو از دست بدم بهتر بمیرم. میخوای چی کار کنی حمید؟ میخوام برم تو قفس شیر. آها، نه اینکه خیلی جرأتش هم داری؟ حالا میبینی حمید، میبینی میرم یکی بیاد این در رو باز کنه. حمید از دست تو. حمید، حمید سلام. سلام 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 سرکار خانم آیه طلبگاه،
بنده تو طول سالای خدمتم تو آموزش پرورش بچه شهر زیاد دیدم، ولی الحق و الانصاف این محسن آقای شما روی همه اونا رو سفید کرده. حالا مشکل کجاست آقای ناظم؟ مشکل تو نام خانوادگیشه. به جان خودم اینقدر دانش آموز داشتم با اسمای عجیب غریب که گوشم پره. آهنین جگر، مرحوم، پنبه. ما مرحوم داشتیم، لحافی، کبابی، پنیر. یادم یک روز به ولایت ما این فانتومای ارتش ما نور میدادن. او چه سرصدایی، یک گرد و لختی به گرد کردن که بیا و تماشا کن، خدا شاهده. اتفاقا دیوار صوتی رو همچی شکستن که همون شب خدا به برارم و یک بچه داد. وقت اسمش گذاشتن فانتوم قلی خان. لطفا بفرمایید صدای چایی برام بیارید. چشم. شما ایشون با این سن و سال ابی صدا ملاحظه میکنین چه خنده دار و بی‌تناسبه. اصولا انسان نباید شرایطی فراهم کنه که باعث تمسخر مردم نسبت به خودش و خانوادش بشه. از نظر علمی هم ثابت شده نام و نام خانوادی خوب برای انسان ایجاد ترغیب میکنه، اونو باعث میشه که انسان دارای نیروی خوبی باشه، به کارهای خوب هجوم بیاره. متوجه شدین؟ جسارتا باید قبول کنین دیگه، بعضی ها اسمای قشنگی دارن ولی اعمالشون ناجوره. بله اینم هست، بعضی ها نمیتونه از نعمت خدا درست استفاده کنه. راست میگید به خدا، اسم خوبم واقعا نعمتیه. مراد بده. آقا مراد طلبکار عوض نمی کنه. خانم اگه نعمت نبود که پیغمبر و عمه عطار قربونشون برم سفارش نمی کردن برای بچه هاتون نام نیکو انتخاب کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. بنده مستخدم هستم. نه آقا جان لازم نیست، ما اینجا مستخدم. باشه بریم. این چی طرز حرف زدنه؟ سوء تفاهم شده. بنده مهندس امیر مستخدم هستم، پدر بهشاد. به به به، جناب مهندس رسیدم بخیر. افتخار دیدن شما نصیب ما نمیره. همیشه سرکار خانم میام مدرسه. شرمنده هم به خدا، امروزم تصادفی شد که تونستم بیام. این پسره خیلی آتش تو زنده معلومه. ایشون پدر همون پسری هستن که با محسن آقای شما زد و خورد کردن. پسر ایشون نام خانوادگی ما رو مسخره کرده؟ حالا یکی به ما میخندید که اسم خودش مشکل نداشت، دلمون نمیسوزه. آقا به خدا من شرمنده. آقای محترم، شرمندگی شما دردی دوا نمیکنه. بچه‌تون رو تربیت کنید. زدی زیر چشم بچه من این بالا آورده. ما هم به خدا دیشب دکتر بودیم. هم سر بچه‌مو شکسته، هم دستشو گچ گرفته. یعنی وای خدا مرگم. برای همین میگم شما باید نام خانوادگیتون رو عوض کنین. جنایت اصلی رو محسن آقای شما مرتکب شدن. لا اله الا الله. من از شما عذرخواهی میکنم. ببخشید تو خوره بچه هم دیگه، خدا از سر تقصیرات هممون بگذره. اینجا شما مظلوم واقع شدی. میگم مهندس واقعا این فامیلی طلبکار به مستخدم بده؟ خود کلمه معنی بدی نداره طلبگار جان، جاش نامناسبه. منم خودم هزار بار میخواستم فامیلمو عوض کنم، ولی خب خیلی از پیمانکارا و مردمی که تو کار ساخت و ساز هستن منو با این فامیل میشناسن. عوض کنم مشتریامو از دست میدم. من یک سوالی از شما میپرسم، گوش بدید. آقای مهندس یک ساختمون میسازن محکم شیک خوب با دووم، آقای طلبگار میان اون خونه رو بخره، درست؟ میخوام وارد خونه بشن، دستگیره در رو میگیرن که وارد خونه بشن، یک هو دستگیره کنده میشه میاد تو دستش. شما چیکار میکنی؟ سالی که نکوز از پای زمین هست، از تغارش پیدا ببخش، از بهارش پیدا، بهارش پیدا میشه. احسن، آفرین. برها سرکار خانم، آی طلبگار، آی مهندس، نام خانوادگی شأن یه خانواده رو تعیین میکنه. اگه دوست دارین مردم یه اون به بچه هاتون بخندن که هیچ، ولی اگه میخواین از همون لحظه اول برخورد بهشون احترام بذارن، روی انتخاب نام و نام خانوادگی دقت کنین. همین شد، تمام، بس، سلام. بیان خانم دکتر، یه اونلنگ کوشش. ببخشید دیگه طاقت ندارم. خیلی لوسی همید آقا، آخه آدم آقل چهار تا موشه و هم یه دو بلند تو قفص شیرا. خب نگفتی شیرا زهر ترک مرن؟ خدا وکیلی موم خندم گریفته بود، نمیدنن خانوما چه گیغه مزدن از ترس موشا. خب زخان بکنم.
هنوزم دلخوری؟ دیگه باید حرف نمیزنم. میرم تو قفس ببر. حمید. نوشیزه مکرمه سرکار خانم معصومه طلبکار، آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم آقای حمید زمانی در بیاورم؟ عروس رفته طلبکارش وصول کنه، شما عقدت ببین آقا. خانم معصومه طلبکار، برای بار هزارم عرض میکنم، آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته به دهکارشو جمع کنه. بذار چلو پا از یه بردنم واسه زن و بچه‌م می‌سوزه، از یه طرف شرمنده اون بابای خدا بیامرزم، چی کار کنم آقا جون؟ بگم ناخلفی نیست ارثشو ببرم، اسمشو نهان کنم؟ خدا رو خوش میاد آقا جون، مرید شما هر راهی به صلاح من و دل بابای خدا بیامرزم و نمیشکنه چلو پا بزن قلومه تمام باشه. اون قدیما زمان خان و خانبازی پدر بزرگ خدا بیامرزم معروف بود به کبلی رضای باغبون، هم ده خودشونو هم دوازده تا وادیم بر اون ور ملک و املاک اربابی بود به اسم ارباب محبوب، به همه سقف میگرفتن من جمله به این پدر بزرگ ما. چرا؟ چون زبونش دست خودش نبود میگفت، تا اینکه سر این باغ انارش ارباب 25 زاد بهش بدهکار شد، یه دو تومنه یه پنج گرم، گفت فردا صبح بهت میدم. پدر بزرگم هم نه ورداش نه گذاش، رفت قهوه خونه آبادی و تو آبادی پر کرد که چی؟ ارباب به من بده کاره. صبح نشده 13 تا آبادی این ور اون ور پر شده بود که چی؟ ارباب به کبلای رضا بده کاره. تو این هیرو ویرم رضا شاه اعلام کرد که چی؟ همه باید سجل بگیرن، نام خانوادگی داشته باشن. پدر بزرگ ما از فرصت استفاده کرد، فلفل رفت نام خانوادگی خودشو گذاشت طلبکار ارباب محمود.
تمام آبادی به هم ریخته بود. هیچکی دیگه اربابو تحویل نمیگرفت. ترم واسش خورد نمیکرد. انقدر اربابو مسخره کردن. اربابم دق کرد و ما. بچه‌هاشم از فردا تو هر کوی و برزنی رفتن. شهر به شهر دنبال کی بابا بزرگ ما. بالاخره پیداش کردن. اما کجا؟ تو تابوت. چاره‌ای نداشتن. جز این که با بابای خدا بیامرزم که نور به قبرش بباره معامله کنم. بابای منم مظلوم. مظلومی؟ مظلوم. نه مظلوم. مظلوم. آرام. آرام. مؤدبانه. مؤدبانه. ناتوان. ناتوان. از هم بدر. از هم بدر. از هم بدر یعنی چی؟ بابام هم گفت باش. راضی شد. ولی گفت به طلبکار دست نمیزنم. ارباب محمود از نام خانوادگیمو حذف کرد. اونام باغ انار رو تقدیم بابام کردن. بابام هم همه میوه‌های باغ رو وقف فقرا کرد. هم برای بابا بزرگم خیرات کرد، هم برای ارباب محمود. ای کلک، پس این انارای خوشمزه که هر سال برم داری برای ما میاری، اینا از همون باغ انار ها؟ آره، واسه خیلی ها میبرم. واسه حسینیه، هیئت، بهزیستی، خیلی باغ پر برکتیه. حالا دیگه راز زندگیمو بهت گفتم دیگه. من تک فرزندم. فامیلیمو عوض کنم، اسم بابامو، بابا بزرگم از بین میره. این ناخلفی نیست؟ عجب چیزگی عجیبی تو. من نمیدونم، نه واقعا عجیبی. تو خودت هم آدم خوبه ای، هم آدم بده، هم خیلی هم شر. اسم بابا و بابا بزرگ تو با رسم خوبی که گذاشتی به جا میمونه. آقا تو واقعا سالی چند میلیون تومان داری محصول باغ و واسه شون خیرات میکنی؟ هم واسه خودشون، هم واسه دشمنشون، همون ارباب ناجنسه. بی از من بشنو، شر این قصه رو واسه خودت و بچهات نگه ندار. معنی حرفاتو میفهمم، ولی هنوز تو کتم نمیده، یعنی به دلم نیست. ببخشید من خیلی وقت تو گرفتم دیگه. با اجازه بایستا ببینم. ببین امشب بشین کلاه خودتو قاضی کن، نه کلاه تو، کلاه دلتو. خب نی حرکات هم نکن که نه ما امشب کجا ما آبی فلان. نه زشت تو آدم هیکلمندی هستی، زشته برای چی شد؟ ببین تصمیم مهمیه که باید برای خودت بگیری. بشین یه فامیل برای خودت پیدا کن که بود دلگه پاکت بیاد. دلگه؟ از اون همون دل. ما خانوادگی به دل میگیم دلگه. یعنی چی؟ یعنی همین. اولش کن ببین فامیلی برای خودت پیدا کن، یعنی فامیلی پیدا کن که به منشت بیاد. پس تو که فامیلی جوان مرده به منشت میاد مرده سایی ها؟ تو این موقعیت، تو این چند روزی که مونده به عید، تو این شب خواستگاری، خب به نظر جایی یکی خالی نیست؟ نه یارب جای کی خالیه؟ نه 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 جای کسی خالی نداریم ما کسی. مادرت، اون پیرزن الان تو آسایش به سالمند نشسته و چشم براه. سالیه با هم بهش سر نمیزنیم. اون وقت افتخار میکنی که فامیلی جوان مند. حالا تو بشین کلا تو قاسی کن. شب بخیر. ببخشید منزل آقای دکتر بصیرت؟ بله شما؟ من معصومه هستم استاد، معصومه طلبکار. خب خانم طلبکار، پس بالاخره رفتی خونه یه وقت. هنوز که نه استاد، انشالله شب عید. به به، چه شب خوبی. حالا چرا حرف نمیزنی؟ به خدا از دیدنتون روم نمیشد بیام استاد.
آقای دکتر، این عیال ما از خطایی که کرده خیلی شرمنده است. تو رو خدا بهش بگین که بخشیدینش، کشته ما رو. اتفاقا کاری که کرد خیلی هم بانمک بود. من تو جلسه اول کلاس با بچه ها اتمام حجت میکنم. اون روزم تو صحبتام به بچه ها گفتم من توی کلاس طلبه میخوام، طلبکار نمیخوام. یه دفعه دیدم معصومه خانم از جاش بلند شد و داره از کلاس میره بیرون. گفتم خانم کجا؟ گفت استاد من هم طلبم هم طلبکار. یه دفعه دیدم بچه ها ریسه رفتن از خنده. من نفهمیدم واسه چی دارم میخندم. گفتم خانم فامیلی شما؟ گفت طلبکار. بازم بچه ها زدن زیر خنده. بعد که فهمیدم فامیل این خانم طلبکاره خودم هم خندم گرفت. خب خانم دکتر چی شد که سراغ این معلم پیر اومدی؟ استاد اومدم بهتون بگم که من هنوز یه طلبم، یه طلبه ساده، اما دیگه نمیخوام یه طلبکار باشم. کمکم میکنید؟ انسان اشرف مخلوقات، افضل الموجودات، پس باید به اندازه لیاقتش به اون احترام گذاشته بشه. هر چیزی که حرمت انسان رو پایین بیاره موجب نارضایتی خدای متعاله. متوجه منظورم میشی؟ اما آره هم نه آجوا نفر خوب نفر. معصوم خانم از این ناراحته که چرا نام خانوادگیشو مسخره میکنه. من یه سوالی دارم، اگر مسخرش نمی کردم نباید عوضش می کرد؟ واقعا این نام خانوادگی قشنگ انصافا؟ نه انصافا قشنگ نیست. خداوند در قرآن می فرماین پروردگار عالم دارای نام های نیکو و زیبایی هستند. ایشان را به این نام های زیبا بخوانید. چطور ممکنه خداوند عالم به زیبایی نامهای شما اهمیت نده؟ روح خدا در انسان دمیده شده. انسان صاحب بالاترین حرمت هاست. هر چیزی که حرمت انسان رو پایین بیاره موجب نارضایتی خداست. اگر در دین ما و فرهنگ اسلامی ما توصیه به نام زیبا میشه فقط به این دلیل رضایت خدا، همین و بس. اسم آدم اولین قدم در آشنایی با آدمای دیگه است. تو جامعه‌ای که پر از اسم زیبا باشه، زیبایی از همون ابتدای آشنایی به همه روابط انسانی سرایت می‌کنه. به رفتار جامعه، به اخلاق مردم. بله برادر من، نام زیبا آغاز انسانیت. خدایا خداوند و پروردگار و سایه بزرگترها رو همیشه رو سر ما نگه دارد. خدا هفت جد تو رحمت کنه خیالمون رو راحت کرد. خدا هفت جد دکتر بصیرت رو رحمت کنه که خیال من رو راحت کرد. واسه همینه که همیشه میگن تو هر کاری که به شک افتادی به شرع مراجعه کن. به خدا کاری که تو میکنی نه خلاف شرعه نه خلاف عرف. خدایش فامیل طلبکار به این دور و زمونه نمیگه ماما. نه راست میگن سارا جان، اون موقع نام خانوادگی مطرح نبود، یعنی سر زبون نبود. هممون و من و همه رو آش صادق و به اسم بابامون صدا می‌زدن. آره بابا، اون وقتا نام خانوادگی فقط تو شناسنامه بود، در صورتی که الان هر جا میری دم به دم اسم فامیل تو هم میخونن هم مینویسن. گفتی تو برگ عوارض، مالیات، قبض جریمه. آقا اونجاها که خوبه، وقتی تو بلنگو میگن مدرسه، دانشگاه، داروخونه، مریضخونه، آزمایشگاه. خانم پس جوان مرد کو؟ یه کار واجبی داشت، الان هر کجا باشه سر کلش پیدا میشه. بدون اون مجلس اصلا صفا نداره. امشب بخوایم تا صبح گل بگیم و گل بشتم. برای آقا مراد یه فامیل نیک پیدا کنیم همه خوشحال بشیم. قربون عشقت برم مادر، چی شده؟ خبر بدیه؟ هیچی مادر، هیچی، همش خوشی،
حالا چیز کنم. بچه ها ترشا شده؟ آزیتا، شهلا؟ نه مادر، اونا که همه سرما رو گندن، همه سرها دوتا اجده هم زنده و سرحاله. خدا نکشده، تو هنوز همون دلغه که یه بودی همونی. چیه؟ چه خبره؟ چی مادر؟ همه چی خوبه، عید مادر، عروسیه، فقط تو کمی مادر، فقط تو کمی. پس بگو، اومدی منه ببری، من اینجا خیلی راحتم، دوستای خوبی پیدا کردم، پرستاراش خیلی خوبن، شهلا خانم میاد به من سر میزنه، من اصلا راضی نیستم تو ناراحت بشی برای خاطر من، اصلا به زحمت خودت و بچهات بشن. قربونت برم مادر، این چه حرفیه؟ چه زحمتی؟ مادر خاک بر سر من، من تو را آوردم اینجا به گمون این که تو اینجا راحتی، بعد خودم رفتم میونه کار زدگی خودم غرق شدم، یهو دیدم وسط یک شیر و یک ببر تنها موندم، هیچ کس رو ندارم مادر بهش تکیه کنم، مادر ازم بگذر، من حلالم کن مادر، توی مدت خیلی تنهات گذاشتم، الان شد 4 ماه. برای چه پرت و پلا میگی تو؟ این 4 ماه که تو در خارج بودی تمام خبرها رو آقا مراد با من میدادن. مراد؟ بله مراد، همین نوی کبل رضا، مرتب بدبخت میومده به من سر میزده، هرچی هم میخواستم برام میخریده میآورده، تازه میگفته که کم آمدم اینجا رفتم و اینا، ولی یه چیز به من سفارش کرده، گفته جلوی آقا جوان مرد چغالیم نکنین، برای خاطری که ایشون گفتن هر روز بیان به شما سر بزنن، ولی من یه روز در میان اومدم. دعواش نکنی ها، خیلی مرد خوبیه، یک انارای خوشمزه برامون آورده بود، قدرش بدون، رفیق خوب تو این دور زمونه نوبره ها. سه روز دیگه هم نمیتونیم به توافق برسیم. میتونیم، فقط باید یکم اسمای عاقلانه تر پیشنهاد بدیم. من که موافقم. آقا ما اسمشی میذاریم چهار فصل. آدم یاد سالاد میفته گل بازی. اسم خارجی تاپ بذاریم. بفرما آقای مهندس، اسم آدم هویت آدمه، هرچی بدبختی میکشیم از دست خارجی هست، هویتمون هم دو دستی تقدیمشون کنیم خلاص. سارا راست میگه، این همه ما خارجی مربع آوردیم کو فوتبالمون، هنوز ما 442 را به ما یاد نداده. کرگدن؟ آقا یک کرگدن چیه؟ نداره میدونه کرگدن حیوونه. بله حیوون، کرگدن یک کرگدن به ما نمیدن، بخواهد به ما 442 بدن. من شده از همین میوه پیوه اسم خودمو میذارم، ولی اسم خارجی نمیذارم، اسمش میذاریم کاهو. نه گوجه فرنگی بهتره. نه عزیزم اون فرنگی زیاد جالب نیست، میذارم اسمش قرمزی بادنجور. شما دوتا آدم گنده از بچه ها بدترین، این که داری مسکره بازو در نیارین. مراد جان اگه قراره اسم فامیلت عوض کنی، یه اسم بذار برای خود شخصیت داشته باشه، آدمیتت هم بیشتر کنه، عقلت هم بیشتر کنه. ویلا فایده چیه؟ اسمت قشنگ باشه ولی قلبت سیاه باشه. ایول گلباجی ایول، خدا پیغمبرم اگه اصرار دارن ما برای خودمون و بچه‌هامون اسم خوب انتخاب کنیم، هدفشون تربیت و اخلاق ماست. طرف حساب ببینید، ساختمونی که داره سقفش میاد پایین، شما برای هی رنگ مینین به دیواراش فایده نداره، اون ساختمون سقفش مرزه بازم. خدا عزتتون بده، خدا نشونتون بده، خدا بلندتون کنه. بلندتون کنه خدا زمین سر زمین س... نه این خوبه بلند حرف دارم از اون صبح اونتونم دیر شد دیگه. باشه باشه. عزیزای من یکی یه اسم بگه. ولی چی میخندی؟ خنده داره؟ نه بگین اسم رو بر رای بدیم، بر اون هر چقدر دوست داری بخند. همینچون با دامان خور مخبر، کفی جم، کلانتری، شالچی، افلاکی، زرابی، صادقی، صدیقی، احمدی، وکیلی، مظلومی، سنایی، فرامرزی، صادقی، نیازی، جاغوری، رفیعی، صداقتی، شرافتی، محمدی.
صبر کنی صبر کنی، چیه دارین همینجوری برای خودتون میبرین و میدوزین؟ خب شما ایولتون رو گفتین و تصویب کردین، حالا اگه موافقت نکردن این اسم و فامیل رو خودتون بذارین به هر دلیلی، اون وقت چی میگین؟ راست میگه یه آجی، راست میگه با بعد چند تا اسم دیگه انتخاب کنیم. بله راست میگه. مادر شما چرا اینقدر ساکته؟ شما هر اسمی رو که بگیم من رو خودم و خانوادم میذارم. شما بهترین نام برای خودت انتخاب کردی، محمدی. اگه نشود چی؟ انشالله که میشه، ولی اگر نشود یه نام خانوادی خوب انتخاب کن که شایسته طینت پاک و سیرت خوبت باشه، مثل پدر و پدر بزرگه، پاک طینت و پاک سیرت. چی میخوای شما؟ پدر جان خفه میشی بابا، من سرهنگ نیستم، سرباز وظیفه. اختیار داریم، آخه روی اتکتی شما نوشته سرهنگ. بابا اسمم سرهنگه، سرهنگ اسماعیلی، درجم سربازه. امرتون چیه؟ خوشبختم، بنده هم مشکوکم. به چی مشکوکی پدر جان؟ اینجا سده درکی نیست، اینجا ثبت احواله. به چیزی مشکوک نیستم، فامیلم مشکوک. نده اینجا همه چی عادیه. راستی برای عوض کردن اسم با تو همین ساختمون برم؟ بله، ولی به نوبت. اجازه بدی شما چند نفر بیان بیرون، بعد شما برید. من که از همه جلوترم. بله نوبت همه. حاجه هم ماشاءالله شما با این سن و سالتون دیگه اسم عوض کردن تون با چیه؟ دارم تجدید فراش میکنم. انشالله قربان شما. زوجه مورد نظر چی؟ در دسترس نیست. نه خیلی برعکس در دسترسی. خاموش کردن بشید. نه خیلی از اسم بنده بدش میاد، یعنی از آدم مشکوک بدش میاد. بفرمایید. آقا شما وایسا، برو آقا وایسا. آقا بفرمایید. دست درد نکنه سرهنگ. آقا من سربازم، این صد با من چه کار به جرگت دارم؟ اسمتو گفتم بابا جون. آقا وایسا، نمیخوام جسارت کنم، به نظر من اینو عوض کنید. شما که تو این اداره هستین فردا میشین تیمسار سرهنگ، سربازای دیگه بهتون بخرن. دروغ. اسمتو فیلم من درجه دار. آقا وایسا، وایسا آقا، وایسا آقا. سلام آقا. سلام سلام. نام و نام خانوادگی؟ مشمول. چه؟ مشمول بابا جان، مشمول. مشمول نه مشمول. سیامک مشمول. اسم فامیلی من دیگه. چون تنتون ندارم نگاه کنه. نمتونم سین رفو کم سین. مگم سین. برای همی آمدم اسم برام انتخاب کنه که تی توی سین ندیشه بیشه. خیلی خیلی خوب فهمیدم. رضایت نامه که داری؟ تی گدا کوچیک شما. مرحومه حسنی هستم. بی زبان هستم. دهنگ هستم. کمر سفید هستم. لیلا خانم جامعه پر از مهر هستم. جانسون هستم. شامپو هستم. مهناز جنجالی کوتاه‌قد. بگو اسم. بنگیر. اسم پیشنهادی؟ بگیر. باید رضایت نامه بگیری، خبر داری؟ با من میخوام فقط یه نخبه به فامیلم اضافه کنم، رضایت نامه بگیرم؟ بله، فکر کردی علکیه؟ اگه خانواده بگیر بفهمن یه بنگی میخواد بشه بگیر، بهشون بر میخوره. باز اگه بیگی میشد بنگی یه چیز، ولی بنگی نمیشه بشه بیگی. یه لحظه نمیخوایم نوبت کسی رو بگیریم. این جریان رضایت نامه چیه؟ از تازه کار بپرس. بعدی آقا یواش، میز شکست. بولم دادن شرمنده. بفرمایید پرونده. خب بفرمایید. مامانی. بله. به کی گفتین مامانی؟ به هیچ کی آبجی. نومو خانوادگی داشت مامانیه. جدا؟ خیلی هم بهتون میاد. نام کوچیک. جان عرض کردم جان اسم کوچولومونه. جان که اسم خارجیه. یه دونش خارجی هم شیره، دوتا که میشه فارسی خلاص. سوال کردم از ادوا. حالا یعنی چی این جان جان مامانی؟ والله همشیره تقصیر عربی مونه.
وقتی قلومت پا به عرصه وجود گذاشت، عبوی مرحوم یعنی بابامون نور به قبرش بباره، یه نعره از تای جگر کشید که جگر کوه آب شد تا چشمش به جمال ما افتید، به حکایت ننجون از شوق و از ذوق فریاد فرمود جان، یکم که بیشتر جمال ما رو دید دوباره نالید جان، اسم ما شد جان جان علومم. خواهش میکنم حالا فردا اسمو میخواین عوض کنیم؟ بله. چی میخواین بذاریم؟ باجده بزرگترها، یه اسمی که به جمال فعلی ما بیاد، داشت به امن لشکر شکم. چه کاری آقا، حالا که میخواین اسمتون رو عوض کنیم حداقل یه اسم بهتر بذاریم. الان بفرمایید فعلا فرماتونو پر کنیم بعد بیایم پیش من. ذلیلم. آقا اجازه بدید، اجازه بدید برادر من، موضوع خیلی حیاتیه. ما یه دو ساعت نمیاد داریم میچرخیم، مردیم از بس چرخیدیم دنبال این آقای تازه کار میگردیم، کجا میتونیم پیداشون کنیم؟ خب شما اشتباه میکردیم دنبالشون میگشتیم، تا فردا هم نمیتونید پیداش کنیم. ایشون خانومن، آقا نیست، الانم روبروتون نشسته در خدمت. بفهم نصف سلام دنبال شما میگردن خواهر من، درسته؟ اه. واسه چی؟ همه یه سوال دارن خواهر من. جریان رضایت نامه چیه؟ رضایت نامه؟ توجه کنید خواهر و برادرهایی که با تازه کار کار دارن بیان اینجا. آقا جون گفتم هر کسی راجع به رضایت نامه سوال داره بیاد اینجا. توجه کنید دوستان گرامی که میخوان نام خانوادگی خودشونو تغییر بدن دقت کنن، اگه نام خانوادگی جدیدی که انتخاب کردن قبلا روی کس دیگه گذاشته شده باشه، یعنی به اصطلاح ما معارض داشته باشه، حق تقدم با اونه و شما باید از دارنده حق تقدم نام خانوادگی جدیدتون رضایت نامه محضری داشته باشین. ببخشید خانم، دارنده حق تقدم یعنی چی؟ دارنده حق تقدم نام خانوادگی یعنی اولین کسی که تو قلمرو اداره ثبت اون شهر نام خانوادگی به نام اون ثبت شده باشه. یعنی چی؟ یعنی من اینکه محمدی انتخاب کردم باید بگردم ببینم هرچی محمدیه تو مشهد است برم ازشون اجازه بگیرم؟ نه خیر توجه کنین، عرض کردم از اولین نفری که نام خانوادگی به نامش ثبت شده باشه، نه از همه، حالا یا خودش یا وراثش. سوالی نیست؟ طلبکار نیست. فهمیدم، چون محمدی رو انتخاب کردی ندید بهت میگم که معارض داره. در سال 1310 به اسم محمد جواد محمدی تو همین حوزه ثبت شده، خودش فوت کرده، وراث رده یکیش هم همینجور، بعد از وراث رده دومش یعنی نوه هاش اجازه بگیر دیگه. پاکتینت و پاکسیرت چی؟ معارض دارم، برو میز سه پرینت هر سه تا وارث رو بگیر. مثلا من شما مشکل اینه که کامپیوتر سیار منی. رایانه برادر فارسی را پاس بدارید. نانیا بعدی پس شما میریم تو، میریم به من نگاه کن، هم از سامی و وراس حسن آما خانوادگی رو وسط گرفتن، هم از 118 تلفن آدرسش. چقدر فرض شدی هوا؟ تاریک هوا پیما. خب کدوم یکی اول بریم سراغه؟ ببین من محمدی و پاکتینت و حسن خب. اما به کلی فکر این پاکتینت رو از فکرت خارج کن که اصلا نمیشه. واه چرا نمیشه؟ دنبال نشونش میگشتم آقا، من فهمیدم کجاست، به کلی قیدشو زدم. تو بزن مگه اون کجاست؟ بهرام پاکتینت ملاقاتی داری؟ کی هست؟ نمیشناسمش ولی معلوم آدم مهمیه. سلام آقای پاکتینت. علیک. سیگار داری؟ آقا رعایت کن. اوه آقا ماشالله عجب گوشای تیزی داره. این دفعه رو به خاطر آقای جوانمرد میبخشم، جواب آقا رو بده. چشم آقای جوانمرد، چهار دست پا در خدمتی. زنده باشین، جسارتا بنده جوانمرد نیستم، سرورمون هستم، من طلبکارم. تو طلبکاری؟ از ما؟ خجالت بگید بعد حسابی حیاتو کلا بردار. کلا بردار یه چیزی توضیح بدم به تو. من یادم طلبکارم خوب میشه ببینیم حرفا شده بایی بایی که مادرمو بی به دیده کن از من سوال نیزمه. اجازه بده به تو اجازه بده به تو.
پس قضیه ازی قراره آقا شرمنده خدا وکیلی هر دیر نام بخواهیم تا عوض کنی. بله جناب پاکتینت، ماجرایی که سر این نام و نام خانوادگی ما سر ما اومده مثنوی 70 من کاغذ مونده به لطف و بزرگی شما. خدا پدرتون رو بیامرزه، خدا رحمتشون کنه، خدا بلندشون کنه. اگه زنده بودن ما باید از ایشون اجازه میگرفت. بله بالاخره قراره به هم فامیل بشه، البته فامیل که نه، ولی به هر حال هم فامیل میشن دیگه. بالاخره یک چیز از بابا مونده که قراره به درد ما بخوره، او یه توی ولوتونی. خدا بیامرزدش، خدا از سر تقصیرات همه بگذره. آمین آمین. خب علی‌ظاهر علی‌ظاهر جناب آقای پاکتینت هیچ مشکلی با آقا مراد ما نداره. مایه افتخاره، هر وقت بخیم در خدمتم. فقط بهرام آقا بی هیچ که نمیشه، بالاخره ما واسه نام خامده آبرومندی که داریم تقدیم آقای طلبکار میکنیم یک مژدگانی، شیرینی، چاقرونی. یعنی بفهمید شما برای کار خیلی که میخواین انجام بدید پول میخواییم؟ حالا اگه پول نقل دست باردار نیست، ملالی نیست، ماشینی، سکی، چیزی. و چقدر بدهی داری؟ دیازده میلیون میشه، زدن تو گلدکویست، ملک و مغازه ما که رفت، دار و ندار ما حابولی شد. از این برم چکای بیمحل و حالا هم که میبینه البته خوبه خوبه، اینجا همش برنجا دنم و مرغا دباره، ولی آزادی دیگه چیزیه. آقای طلبگاه ما گفتون بخواه از این فامیل بیغوارت راحت بشی، ما یه مثل در دیواری بیتونی، آزادی هم قیمتی داره داشت. ببین پسر جون، همین یه اسم قشنگ از پدر خدا بیامرزت برات به یادگار مونده، سعی کن بیشتر از این خرابش نکنی. پس داری میری دیگه، این شب عیدی مار میآوردی بیرون ضرر نمیکردی ها. مگم میشه او تصویر بذاری دستگیر دستامان بشه؟ آخه این یادگار پدر خدا بیامرزمه تربت کربلاست. بله همین گفتم، ما این گاهی وقتایی داره که نماز مخانه. آقا فرش فروش محمدی کجاست؟ مستقیم تشریف ببرید ته بازار هست. مستقیم؟ منم بارهنی که نه باید مستقیم. خیلی من اولا سفارش های ساده پشتتونه که دهن ما بسته، دوم من آقای جوانمرد آشناییت دادن که با پدرشون یار گرماوی گلستان بودیم. بفرمایید. از اون گذشته باعث افتخاره با فرد محترمی مثل شما هم فامیل بشین. خب الهی شکر خدا از بزرگی کمتون نکنه، خدا عزتتون بده، خدا محبتتون رو زیاد کنه. چه نمکی دارید. پس مخالفتی نداری؟ نه عزیز دلم، مگه مرض دارم؟ مگه شما عیب و ایرادی دارین؟ زبونم لال، شما که دوز نیستین، کلاش که نیستین، عرض میکردم خدمتتون، معتاد که نیستین. این معتاد بنده میخواستم آقا اجازه بفهمید معتاد چی؟ حرفا چی شما میزنی حاج آقا؟ اصلا ایشون لبش رو به سیگار نخورده، نگاه کنه هیکلشو. نیستین؟ آره حاج آقا من پاک پاکم. شکر پنیر تو کلامتون، این روزا خیلی از معتادا همه چی میکشن جسم. نه آجوغا الحمدلله پاک پاک بارکلا. داشتم میگفتم استغفرالله. نزول خور که نیستین، کلا بردار و قاچاقچی هم که نیستین. آخ خدای نکرده تو کار اختلاس و فساد اقتصادی هم که نیستین؟ حاجی بی خیال دیگه. حالا 3000 میلیارد شیش، ولی 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100
میلیاردش هم آدم وسوسه میکنه. شما نیستی حاج آقا، قرونت برم، ما 100,000 تومنش هم نیستیم، با پول زحمت کشی زندگیمون رو میگذرونیم، ما زحمت کشیم. خب دیگه واسه چی مخالفت کنم؟ کی بهتر از شما؟ با همین 10 تا انگشتم پای رضایت نامه رو امضا میکنم. پس دیگه من وقت محضر بگیرم حاج آقا دیگه. من دیگه وقت بگیرم محضر دیگه حاج آقا. بله از نظر من بلامانه‌ایه. دو تا همشیره و 6 تا داداش حرفی که من بزنم نه نمیارن. فقط باید یه زحمتی بکشین. اونم باید پای رضایت نامه رو امضا کنن. و راس پدر و پدر بزرگ مرحومن دیگه. نوکر توسم آجا خواه. شما آدرس بدی. عصر بیارم همشون امضاشون رو میگیرم. یه کمی کار داره. به عصری کفایت نمی کنه. آخه همشیر کوچیکه شوهرش ارتشیه تو جزیره ابو موساس، همشیر بزرگه شوهرش معممه تو قمه. 4 تا داداش دارم، یکیشون تو شیرازه، یکیشون تو اهوازه، یکیشون سنندجه، یکیشون هم تو چابهار تو گمرک کار میکنه. این تتقاری هم سرباز معلم تو بندر ترکمن. خودم و یکی دیگه هم همینجا دربستم خدمت. نکن اینا باید رو به خوده. خیلی خب بابا دیگه انقدر تو هم قنباد نگی، هنوزم امید هست. میگم چطور گاز چو بگیریم سریع بدیم سراغ پاکسیرت، اگه اونم نشد بریم سراغ ستا اسم دیگه، یا علی دیگه. 3-4 روز دیگه عیده، ادارام که دیدی چقدر شلوغ بود، دارم دیوونه میشم. اوف بابا را بیافت دیگه. سر بزن دیگه. ای بابا کمربنده ای ماشین کو. نه نه سلام، ببخشید نوبتی امروز تموم شده، باید بشینیم آخر وقت. نه موضوع نوبت نیست، ما میخواستیم با دکتر پاکسیرت یه قرار خصوصی داشته باشیم. چه قرار خصوصی دیگه؟ خصوصی خود آقای دکتر که نیستن، همکارشون خانم دکتر شیرازی جای ایشونن، کارشونم خیلی میگه خانم دکتر. خانومه آقا جون، من دختر جون، آقا من با خود دکتر کار دارم. انشالله 4 ماه دیگه. ایشون الان آفریقان، رفتن کنیا برای طبابت تو مناطق محروم. کنیا؟ مگه به منطقه محروم قضیه که بشه دارم تو کنیا آخه؟ آقا مگه طلبکاری؟ آقا مگه طلبکاری؟ مگه طلبکاری؟ وا آقا چی شد؟ دیدی گفتم هیچیش نیست، نگاه کن آقای مردنی نیست. چطور حالش آقای دکتر؟ شکر خدا طوریش نیست، استرس زیاد به قلبش فشار آورده. یه روز که تحت مراقبت بشه خوب میشه، نگران نباشید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. جوامر حمید بگو فردا بره کلان تری پاکتینت بگه حاضرم ماشینو به اسمش یاد رضایت بده تموم میشه. بابا جان آخه مرد حسابی این چه کاریه؟ مگه قطعی فامیل آمده؟ میگه دیگه وقت نداریم، داریم میرسیم به شب عید، هنوز کارتای عروسی چاپ نشد، بچه هم معصومه. ولی این راهش نیست آقا مراد. چرا هست؟ یه طاقت ناراحتی بچم رو ندارم، اسم کنم خدا میخواد همون اسمی که مادرت برامون در نظر گرفته بود نصیبمون بشه. پاکتینت. شاید این ماشین قسمت این بچه از شب عیدی از حبس آزاد شد، شاید برا بیاد مهی نظر امام رسم کرد. آخه با
بخوابم. مرغ از هوس پرید. کدوم قفس؟ نکنه اوقابا در رفته؟ مرغای باغ وحشا که نمیگه بابا، با تینت رو میگه رفته مرخصی. اونم واسه یه هفته در رفته میدونم. به خونهش زنگ زدی؟ زنگ زدیم، میگه منزلش رو عوض کرده. اینم از دستمون پرید. لا اله الا الله، فدای سرت آقا مراد. حالا اینقدر هرس نخور. میگم چطور پلیس رو خبر کنیم تو همه مرزا رو ببنده؟ البته از اینترپول هم نباس قافل بشیم. میگم خب حالا چیکار کن؟ هیچ کار. بخزه منم مزه. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا زود دست باشه نشید خواهشن. اینو من خودم آوردمش میدوندم. گفتن که مرخصی یه هفته ای رفته که. انشالله دیگه برای همیشه اومده مرخصی. خواست بریم محصر تو نباسته. فقط سر رو من باید سند ماشین رو بردارم دیگه. آره دیگه باید سند برد. خوابل شما رو ندارم. احتیاجی نیست. آی جوانمرد تکلیف پلنگانم رو روشن کرده. از شهر همه شان خلاص رفتم. خلاص. تمام چکاشم پاس کردم. تو دیگه خیالت راحت. از فردا میشالله قرار بیاد پیش خودمون، همکار خودمون بشه، رفیقمون. نون حلال در بیاره. آره؟ میخوام یه برنامه ریختم برای اینا، میخوام زمینش هم داره. میخوام ببرمش بندازمش تو قفس مارا با این ساسان دوتایی. یک لباس هندی تنش کنم، این فلوت بزنه، ساسانم با این مارا جانگولر بیاد. نه خدا از برادری کمت مکنه. هل حق و انصاف جواب مرد. ببین مادر من فقط به تو یه اسم دار، ولی به من تمام زندگی ما دار. تو خیلی بگردنم، خیلی جواب. دوشیزه مکرمه، سرکار خانم معصومه پاکتینت، برای بار سوم عرض میکنم، آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم آقای حمید زمانی در بیاورم؟ الهه قربانش بگردم، عروس رفته گلاب و ناب بیاره. معصومه، حواست کجاست؟ چرا بله رو نمیگی؟ بار سومه. ای خدا مرگم بده، هنوز گوشم به فامیلی پاکتینت آشنا نیست. فکر کردم هنوز طلبکارم. با اجازه پدرم، مادرم، داییم، زنداییم، خالم، شوهر خالم. تیتراژش نکن، دارم قالب تهی میکنم. باشه. بله. آقا چیز مهمی برو. سلام علیکم. سلام علیکم. تبریک عرض میکنم. مبارک باشی انشالله. جناب آقای پاکتینت؟ بله بنده هستم، در خدمتم. بفرمایید تو شیرینی. شما همون آقای پاکتینت این که تو باغ وحش کار میکنه دیگه؟ بله من باغ وحشم. کار میکنم تو کارم تو باغ وحش میکنم. تو باغ جناب علی به اتهام صدور چک بی‌محل باید با ما تشریف بیاریم کلانتری. یه حکم جلبتان. البته لطفاً ببخشید واسه زحمتتون شدیم. خدا بخیر کنه. مراد وقتی طلب کار بودی اینقدر بدهی بالا نمی آوردی. حرفا چیه هاچی؟ من هنوز به اسم پاکتینک چک نگرفته ام که بخوام چک صادر کنم. آقا واسه ببینم این حرفا چیه بابا؟ چه حرفی دارم زده؟ چک چیه؟ شاکی کیه؟ شاکی هم اینجاست. بگو از ماشین بیاد پایین. آره. ای که خر فروش است که. بفهم. سلام علیکم. سلام علیکم. تبریک عرض می‌کنم. آره بابا دوباره کار دست میده. چه تبریکی چه حرفی؟ آقای نجیب تو من طلبگاری بعد رفتی نانجیب، بعد رفتی از ایشون شکایت میکنی. این نانجیب ها درسته؟ چرا این دوتا مامور محترم چونه تو بره تو بندازم؟ ما غلط بکنم شکایت بکنم؟ ما نه شما شکایت برم نه از آقا مراد. ما از او پاکتینت. خب آقا مراد پاکتینت دیگه. نه بابا ایشه طلبکاره. زبونت گاز دیگه مرد حسابی. طلبکار کیه؟ ایشون آقا مراد پاکتینت هم. آقا سب کنه ببینم شما طلب کارن یا ایشون طلب کارن؟ من پاکتینت هم. آقا بالاخره کی از کی طلب کاره؟ تکلیف ما چی آقا؟
ما نه از آقا شکایت دارم نه از آقا مراد، ما از او پاکتینت شکایت دارم. پس چرا ما رو آوردی اینجا؟ خب تو باقی بهش با آدرس دادن. پس پاکتینت همینه دیگه. نه ای آقا مراده، آقا مراد ما 30 ساله میشناسمش، او پاکتینت شکل هندیا بود. مراد شب اومد. نه فهمیدم. آقا جان تو چی به هندی فروختی بسر جان؟ والا 18 تا خر زنده خرید چکشم دار. چی به تو گو بو خر بفروشی؟ اصلا باور کن خرخر ما اون نیست، خرخر ما ساسانه. آقا ساسان دارم بایشم بود. دیدی اون بچه رو از را به در کرده. خدا بگم چی کارت نکنه مراد، بازم آبرون پیش همکارم رفت. هنوز فهمیدم تو طلب کاری. خدا تو لعنت کنه به این فامیل. آقا همین فامیل که تو داری؟ با این فامیل جدیده باز. چی اسم تو رو بسن؟ خوش خبرت. چی میگی تو؟ خوش میگی؟ چی؟ کچن تو به من بود. ما تو من بودی کچن. من کچنم. چی؟ کرهه. چی؟ خوش خبرت. خوش خبرت. خوش خبرت. معصومه پاکتینت و حمید زمانی تا پایان عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند و همکنون در انتظار تولد فرزند ششم خود هستند. بهرام پاکتینت معروف به بهرام هندی به همراه ساسان به عروسی بازگشت. او واقعا متعوض شد، ولی تاریخ چکی که به خرفروش داده بود را از یاد برده بود که آن هم چیز مهمی نبود و هش. او هم اکنون خرخر جدید واقع بخش است. او هم تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کرد. جوان مرد بالاخره به آرزویش رسید و همه جوجه کرکدیل هایش به خوبی و خوشی به دنیا آمدند. او توانست صادرات کرکدیل را به راه بیاندازد، ولی هنوز هم نتوانسته برای واقع بخش کرگدن بخرد، چون هنوز هم خارجی ها فکر می کنند شاخ کرگدن اورانیوم غنی شده دارد. ببخشید. ساسان را بالاخره مار خورد، ولی نیروهای آتششانی قبل از اینکه حذف بشود نجاتش دادند. او باز هم آرام نمیگیرد و دائما سر به سر تمساح بزرگ باغ وحش میگذرد و آخرش یک کاری دست خودش خواهد داد. خدا کند او هم بتواند تا پایان عمر به خوبی و خوشی زندگی کند. اصولا همه کسانی که به نوعی با این فیلم همکاری صمیمانه داشتند تا پایان عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند، ولی مراد پاکتینت هنوز هم از اینکه نام خانوادگی خود را عوض کرده دلخور است. او هنوز هم با خود درگیر است و نگران است که در حق پدر و پدر بزرگش ناخلفی کرده باشد، ولی اینها همه بهانه است. به قول حاج صادق گویا او هنوز هم از طلبکار بودن خوشش می آید. کوچه لبریز بهار است به یمن قدم می رویم تا کشمیم غرق صفای حرم. دینتی پاک و امیدی که به ما میبخشید، مهر پای سندش نام سراسر کرم. مهر پای سندش نام سراسر کرم. در کلاس زندگی درس اول مشق عشق، درس دوم بندگی. تا که فرصت باقی است عشق را صاحب شویم، زنگ بعدی ممکن است ناگهان غایب شویم. فدیدار سر گوی تویی که شود قسمت دل دیدن سرنا.